ورزش فوتبال در ولسوالی های غور گسترش و رشد خوبی نموده است. مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت با بیان این مطلب میگویند جوانان روستایی علاقمندی بیشتری به فوتبال نشان میدهند و خواهان ایجاد رشته های فوتسال و فوتبال ساحلی نیز میباشند. اما با گفته این مسئولان نبود زمین تمرینی و امکانات ورزشی از عمده ترین چالش های فراروی این ورزشکاران عنوان می شود. به این گزارش توجه کنید. گسترش فوتبال در ولسوالی های غور. تا چند سال گذشته فوتبال در ولسوالی های غور رشد و پیشرفت خوبی داشته است. برگزاری مسابقات ورزشی و نیز راه اندازی دورهای علمی از سوی فدراسیون فوتبال این ولایت بر علاقمندی جوانان به فوتبال افزوده است. و همین قسم اونها علاقمندی فوتبال های ساحلی و فوتسال هستن، متاسفانه که اونجا نبودی امکانات و جای مهیا نیستن که اونا در اون رشته فوتبال ساحلی و فوتسال قدم بمانند و فعلا رشد فوتبال و علاقمندی مردم در نقاط دور شهر فیروزکوه که استرالیا و کریمه که تا نهامل تحت تصرف طالبان و مخالفین دولت و اونجا هم فوتبال در کدوم ممانعتی وجود نداره. در حال حاضر بیش از 200 تیم فوتبال در ولسوالی های ساغر، تیوره، تلک، دولتیار، چهارصده، پساغن، لل و شهرک ولایت غور تمرینات خیش را به پیش میبرند. و همچنان بعضی از مربیان فوتبال این ولسوالی ها نیز دارای مدارک دیوسی مربیگری و داوری میباشند. اما نبود امکانات ورزشی از عمده ترین چالش فراراه ورزشکاران روستایی عنوان شده است. حالا جای مشخص معین در سایه ولسوالی های خود به نام ورزش نداریم. واضح هم همین زمین هایی که مربوطی مردم عام میشه و مربوطی زمین های دولتی هست اینا در اونجا مسابقات و تمرینات خواهد پیش ببرن. این مشکل اساسی تو هست. ما در یک ولسوالی خود تا حالا یک جمعوزیوم نداریم، یک میدان میوری و میوری نداریم که واقعا این دوچار مشکلات عمده ورزشکارا در ولسوالی هست. با اینکه بیش از 360 تیم فوتبال از سطح شهر و ولسوالی ها در فدراسیون فوتبال این ولایت ثبت می باشد، همواره ورزشکاران این ولایت با وجود تهدیدات شدید امنیتی با شور و شوق و انجام تمرینات ورزشی پرداختند، ولی تا کنون از سوی مرکزی ها به ورزش این ولایت توجهی صورت نگرفته است. دیده شود که مسئولان در مرکز کشور چه زمانی به نیازمندی های این ورزشکاران توجه خواهند کرد.